تکرار زندگی ملالی شکسته است. غافل نبودم من زین ملال زندگی. در قله‌ای که همت انسان عیار بودن است، آنجا ز سستی و رخوت تطهیر می‌شوی. آنجا میان دشت اندیشه نوین پرواز می‌کنی تا اوج می‌روی. بی‌همتان در خیشتن خزیده را بگذار تا در ملامت تو تطهیر ز سستی را تکفیر کنند. اما همت بلند ما آینه تمام قدیست به زلالی شبنم، به شکوه دماوند، به لطافت بال پروانه های خیال کودکان، آینه‌ای که در آن تصویر را خشت به خشت با همتمان بنا می‌کنیم، تصویری به نام آزادی، خجست آزادی. هیچ فریادی بی تنین نیست، هیچ صدایی بی انعکاس نیست. آخوندها تلاش میکنن تا ایران رو خاموش جلوه بدن، تلاش میکنن تا بگن قیام سراسری مردم ایران پایان پیدا کرده و هیچ خبری در ایران نیست. اما هموطنان به پاخواسته ما با اعتراضهای خودشون این فضا رو در هم میشکنن و تصویر واقعی ایران رو در برابر چشم جهانیان قرار میدن. اشرف نشان ها هم با برگزاری اکسیون و راهپیمایی های خودشون همین صدا رو در ابعاد جهانی تنین انداز میکنن. توجه شما رو به گزارشی از اکسیون های اشرف نشان ها جلب میکنن. ترسیدم دگر از نعره های دیو شب گرد، ندا با جوی خون جاری از لبها ندا کرد، جهان را با قیام سرخ طوفان هم صدا کرد. در رگانم در رگانم این خاک آد
در هم رفته ما، شکست جادوی دیو و تلسم فصل سرما. خروشانیم اینک بیش و بی پروا تر از پیش، به میره دین فروش ایران فروش بی سر و پا. من در سرود من مرگ ظالمان سخت و بی امان، در تنین هر شور شعله بر اشرف این زمان می شود عیان. ما ستاره ایم پر شراره ایم، این شبانه را صبح چاره ایم، این شب زبون خصم سرنگون، ما تنینه این هزاره ایم. در رگانم این هفته اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شد و نمایندگان کشورهای چک، دانمارک، ایرلند، ایسلند و همچنین نماینده سازمان عفو بین الملل علیه نقض فاحش حقوق بشر در ایران و کشتار قیام کنندگان سال 98 توسط رژیم آخوندی سخنرانی کردند. گزارشی از این اجلاس آماده پخش هست. بیانیه 47 کشور عضو شورای حقوق بشر علیه نقض مستمر حقوق بشر و استمرار اعدام‌ها، به ویژه اعدام نوجوانان و بازداشت‌های خودسرانه در ایران. 47 کشور عضو شورای حقوق بشر طی بیانیه‌ای نقض مستمر حقوق بشر در ایران شامل مجازات گسترده اعدام، نقض آزادی بیان و تجمع، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه را محکوم کردند. استرالیا، کانادا، بلژیک، اتریش، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، نیوزیلند و هلند از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. نماینده آلمان در جلسه شورای حقوق بشر که این بیانیه را قرائت کرد گفت: من افتخار دارم که این بیانیه را از طرف 47 کشور ارائه دهم. ما به شدت نگران نقض مداوم حقوق بشر در ایران هستیم، به ویژه در مورد حقوق آزادی بیان، تشکل‌ها و اجتماعات، گزارش‌های معتبر از بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زمینه اعتراضات اخیر به ویژه نگران کننده است. ما ادامه استفاده رژیم ایران از مجازات اعدام از جمله نوجوانان مانند بارزان نصرالله زاده را به شدت محکوم می‌کنیم. به علاوه اعدام ناگهانی نوید افکاری با توجه به نگرانی در مورد دادگاه وی، اعترافات اجباری و رفتاری که با وی در بازداشتگاه شد وحشتناک بود. ما مخالفت خود را با مجازات اعدام در هر شرایطی تکرار می‌کنیم. بله، با هم دیدیم گزارش رو. به من اطلاع میدن که ارتباطمون با خانم ندا امانی از اشرف نشانهایی که در این اجلاس شرکت داشتند و سخنرانی هم کردند وصل شده. سلام عرض میکنم خدمت شما. درود بر شما و درود بر همه مردم قیام آفرین ایران. ممنون که این فرصت رو به من دادید امشب. خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. ما گزارش رو دیدیم که
47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دیکتاتوری ولایت فقیه رو به خاطر نقض مستمر حقوق بشر در ایران و همچنین اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر محکوم کردند. شما لطفاً بفرمایید که خودتون در این اجلاس حضور داشتین و فضای نمایندگان کشورها در مورد رژیم ایران رو چگونه دیدید؟ بله، من خودم حضور داشتم، نمایندگی از طرف انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان و همینطور که گفتین تعدادی از نمایندگان کشورهای مختلف مخالفت خودشان را با رژیم جنایتکار بیان دادند. به خصوص نماینده آلمان که همینطور هم که تازه دیدیم بیانیه مشترک که با به نمایندگی از 47 تا کشور در اعتراض به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران را ارائه داد و خیلی تند و تیز قتل عام و دستگیری‌های وحشیانه این قیام‌های اخیر را و اعدام نوید افکاری را محکوم کردند. بعدش چند تا کشور دیگر نیز آزادی دستگیر شدگان قیام‌ها را خواستند و به علاوه اعدام نوید را هم محکوم کردند. بسیار عالی. بعد سخنرانی خود شما خانم امانی حاوی چه نکاتی بود و چه موضوعاتی را مطرح کردید؟ بله، در واقع ما دو روز سخنرانی داشتیم و در اولین سخنرانی در مورد قتل عام 67 صحبت کردم که اشاره کردیم به کمکاری جامعه بین المللی و یک بار دیگه یادآوری کردیم از اینی که هنوز عاملان این قتل عام یعنی از معصومیت کامل دارن لذت میبرن و خیلی هاشون هنوز و هنوز در سیستم قضایی ایران حضور دارند و از کمیساریای عالی و از همین شورا خواستیم که یک کمیسیون تحقیق در این مورد این جنایت تشکیل بدن. دومین سخنرانی در مورد ریسک اعدام‌های دست جمعی هزاران تظاهرات کنندگان که در سالهای اخیر تو ایران دستگیر شدند و به خصوص در قیام‌های دی 96 و آبان ماه 98 که اشاره کردیم به وضعیت بعد زندان‌ها و شکنجه‌های وحشیانه این دستگیر شدگان. بعد گفتیم علی‌رغم کمپین‌های مختلف در فضای مجازی برای جلوگیری از اعدام‌ها و اعتراض‌های شخصیت‌های بین‌المللی، رژیم با اعدام مصطفی صالحی و نوید افکاری یک بار دیگه نشون داد که هیچ ارزشی برای جامعه بشری نمی‌گذارد. و بله، این دوتا سخنرانی در اجلاس شورا بود. بله، درود بر شما، بسیار عالی. اگر از رژیم هم نمایندگان اونجا حضور داشتند لطفاً بفرمایید که چه وضعیتی داشتند و چه کردند. بله، در این اجلاس شورا نمایندگان رژیم هم حضور داشتند. در کل در پاسخ به کشورهایی که اعتراض کرده بودند جوابهای مثل همیشه خیلی کلیشه‌ای دادند و مثل اینکه آنها فقط هدف خودشون را دنبال می کنند و به اولین سخنرانی منم حتی مستقیم یه جوابی دادن که خیلی شتاب زده و بدون ارائه هیچ سند و مدرکی جواب داد که گفت متاسفیم که این جلسه امروز توسط یک سخنران مورد استفاده قرار گرفت که دروغ‌های در مورد کشورم گفت. سیستم قضایی ایران مستقل هست و ما با سازمان‌های حقوق بشری همکاری می‌کنیم. این پاسخ رژیم مثل طبق معمول بدون سند و مدرک در جواب به سخنرانی من بود. بله، خانم امانی، شما از طرف یک انجمن در سوئیس در واقع به نمایندگی از اون انجمن تشریف برده بودین در این اجلاس.
اگه امکان داره به طور کوتاه توضیح بدین که انجمن شما چه اهدافی داره، چه موضوعاتی رو دنبال میکنه و چه فعالیت هایی دارید. بله، ما انجمنمون در خیلی جبهه‌های مختلف فعال هست و تو این اخیراً خیلی فعالیتایی داشتیم، به خصوص در همین اعتراض سفر وزیر خارجه سوئیس به ایران که با نام نویسی و حضور جلوی مجلس و دادن سوالهای پارلمانتری به وزیر خارجه اعتراضمون رو کردیم. و بعد در کیس پرونده دکتر کاظم نقشی داشتیم که با مطبوعات و اعتراضهای شخصیت ها این اعتراضمون رو مشخص کردیم. بعد در مورد همین اعتراض به اعدام نوید افکاری که خودمون حضور داشتیم جلوی سفارت رژیم، که واقعا روز خیلی سختی بود برای هممون، ولی باز تونستیم صدای مردممون باشیم و این افتخار ماست که از همه این چیزایی که در دستمون هستش استفاده کنیم که بتونیم صدای مردممون باشیم. خیلی متشکرم از شما، خسته نباشید. درود میفرستیم به همه اشرف نشانهای مقیم سوئیس و متشکریم که در برنامه ما حضور پیدا کردید. خیلی ممنون، خسته نباشید. شبتون بخیر. شب شما بخیر. بینندگان عزیز، گفتگوی کوتاهی داشتیم با خانم ندا امانی از اشرف نشانهای مقیم سوئیس و همچنین از سخنرانان اجلاس حقوق بشر. با ادامه برنامه قیام آفرین همراه باشید. بینندگان عزیز، به پایان برنامه قیام آفرین رسیدیم. متشکریم از این که ما را همراهی کردید. برای همتون آرزوی موفقیت و سرفرازی میکنیم و تا دیدار بعد، خدا نگهدارشون.